امروز اون چیزی که راهگشاست و تاثیرگذاره قدرت نرمه. قدرت سخت، تیر و تفنگ و اینا امروز در درجه بعد قرار گرفته. قدرت نرم، تاثیرگذاری بر دلها و ذهنها و روحیه ها، این مهم. میدان رزم امروز میدان رزم قدرت نرمه. دشمن قدرت نرمش شبه پراکنی است. شبه پراکنی یعنی چه؟ یعنی ما یه ملتی داریم که این ملت آمدن با اعتقاد و ایمان کامل پای انقلاب ایستادن، جان دادن، زحمت کشیدن، خودشون رو به زحمت انداختن، انقلاب رو به پیروزی رسوندن. خب حالا اگر چنانچه دشمن بخواد این دژ مستحکم رو از بین ببره یا رخنه درش ایجاد کنه، باید چیکار کنه؟ باید در این ایمان خدشه کنه، باید در این ایمان مناقشه کنه. این با شبه افکنی به وجود میاد. شبه رو دست کم نباید گرفت. بودند افرادی که در مقابل نیزه و شمشیر ایستادند، در مقابل شبهه و تردید زمین افتادند، نتونستند بایستند. هدف از این شبهه پراکنی هم این است که مردم را که نیروهای اصلی کشورند و ایمان مردم را که عامل اصلی در حفظ کشور و حفظ نظام اسلامی است، این را متزلزل کنند.